امروز دکتر صاحب نورولا راموز متخصص امراض چشم با ما هستند شما را خوش آمدید میگم صحبتان بخیر تشکر رستم جان صبح شما و صبح همکار عزیز تکنیکی و صبح تمام عزیز بخیر خیر و به سلامت باشین تشکر سلامت باشین خوشحال هستیم که امروز با هم شما رو در برنامه داریم و قرار است که روی یکی از موضوعات بسیار جالب صحبت بکنیم بیشتر افراد چشمشان نزدیک بین است از بعضی ها هم چشمشان دوربین است میشه در از شما بشنویم که خود نزدیک بودن و دور بودن یا دوربینی بودن چشم ها چه مفهوم داره بله بسیار خوب بس بسیار خوبه انتخاب کردن که جوان ها و نوجوان ها همیشه سوالشان خیلی زیاد است در رابطه به اینکه چرا ما چشم عینک داره چرا چشم, چشم خیر است چرا کسای چشمش نیست چرا ما عینک بپوشیم دوربینی و نزدیک بینی از, از جمله عیوب انکساری هستند که چشم به شکل دقیق در صورتی که افراد عیوب انکساری داشته باشه، نمیتونه تصویر واضحی داشته باشه اول من بحث ما سر نزدیک بینی نزدیک بینی به حالت اطلاق میشه که افراد قطعا نزدیک خوب میبینه ولی دوره بسیار مخشوش میبینه تار میبینه خیره میبینه که یکی از امراض بسیار خطای انکساری بسیار شیوع هست در نزد جوان ها و نوجوان ها بین سینین دوازه سالگی الا ۲۵ سالگی بیشتری افراد به خاطر کارهایی که به فاصله دور میبینن ناگزیر هستن باید عینک استفاده بکنن تا اینکه دید شفاف و نرمال داشته باشن با. ولی خیلی از افراد هستن که عینک استفاده نمیکنن احساس میکنن که چشمشان به اون ترتیبی که میبینه همه میبینه و نزدیک بینی بیشتر به نام مایوپیا یاد میشه مای یعنی حالتی هستن که قطع قدم خلفی چشم نسبت به حالت نرمال بیشتر هست افراد زمانی که نگاه میکنن نوری که به چشم وارد میشه بله. این نور مستقیم به بالای شبکه متمرکز نمیشه بلکه در قسمت پیشرو یا قسمت جلو شبکه فوکس میشه و شخص محیط خصوصا اطراف و فاصله های دوره بسیار خیره میبینن روشن نمی بله. ولی نزدیک بینی دوربینی حالتی هستن که افراد دور خوب میبینن بسیار شفاف بینن ولی نزدیکشان خیره هست نزدیک دقیق نمیتونن ببینن و که اگر بینن هم زمانی که یا مطالعه میکنن یا مطالعات دراز مدت کار با کامپیوتر در این حالت ها تاری دید و اختلال در بینایی شده و حتی باعث ایجاد سردردی در نشان میشه که به نام هایپروپیا ها یاد میکن. پس افرادی که نزدیک بین هستن نزدیک بهتر میتونن ببینن و افرادی که دور بین هستن دور میتونن دور بهتر میتونن ببینن خب حالا خوب از دکتر صاحب روی اسباب و علتش صحبت بکنین که چی دلیل سبب میشه تا یک شخص نزدیک بین باشه و بلده. چی دلیل سبب میشه تا یک شخص دوربین باشه بله اکثرا نزدیک بینی حالتی هستن که زمانی که چشمشان قطر قدمی خلفیش این از قسمت قدام چشم تا قسمت آخر چشم حالت نرمالش قطرش در حدود 23 تا 24 میلی متر است در صورتی که بعض افراد قطر قدمی خلفیش نسبت به حالت نرمال بیشتر است یعنی بیشتر از 24 میلی متر باشه هر میلی متر در صورتی که قطر قدمی خلفی چشم افزایش پیدا کنه در حدود سه دیوپتر آه چشمشان آه نیاز به عینک پیدا میکنه که علت اساسیش یک شمی هستن افرادی که تولد میشن با امی حالت تولد میشن به این که موضوع ژنتیک موضوع ارثیت نقش بسیار اساسی داره تحقیقاتی که بسیار زیاد به شکل وسیع صورت گرفته در سطح جهان تا هنوز عامل دومی رو ذکر نکردن ولی به شکل کانتروورشل و زد و نقیص به هست مثلا افرادی که به شکل طویل مدت مطالعه میکنن مثلا مطالعات شبانه مطالعاتی که در محیط های بسیار زیاد کم نور صورت میگیره افرادی که بیشتر با خطای ریز سر کار دارن ای در این حالتها خصوصا در نزد اطفال میتونه که باعث کاهش دید و باعث نزدیکی در نزدی افراد شد ولی تا هنوز بسیاری از منابعی را هم تایید نکردن ولی مطالعاتی که در خود سنگاپور صورت گرفته نشون میده اطفالی که بیشتر از گیم استفاده کردن مثلا یا یک اه، یک 200 طفل سر تحقیق تحقیق کردن در اینج طوری بوده که 100 طفل کاملا کامپیوتر باشون دادن از تابلت ها دادن با حدود ریس گیم بازی کردن بعد از 6 ماه دیدن که نمره چشمشون منفی 1 درجه بعد از 6 ماه تغییر کردن ولی افرادی که کارهای ریس نکردن صد نفر طفل دیگر قطعا پیشرفت نکرده مرض به ایمانو که نمره چشمشون زیاد نشده و در تحقیق خود هم ذکر کردن که افرادی که بیشتر مطالعات میکنن دقت میکنن خصوصا نوجوان ها و آخا. اطفال میتونه که باعث کاهش شدید و افزایش خود نمره چشم شان بله. دکتر صاحب چند لحظه پیش هم روی عوامل نزدیک بینی صحبت کردیم که چندی نامل بود که نقش داشت. حالا میشه بالای عوامل بعدی صحبت بکنیم بله. که کدام عوامل عوامل, عوامل اولش گفتیم که نه در فامیل وقتی که یکی از اعضای فامیل چشم نمره میداشته باشه اطفال هم چشم ضعیف می که باید بسیار دقیق باشن چون زمانی که میبینن چشم پدر وقتی میبینن چشم ضعیف است باید اطفال خود فورا زودتر در سینه. خورسالگی باید ببرن تا ای که خطای انکساریش اصلاح شد تنبل نشد چشمش عوامل دو میشم افزایش یافتن یا زیاد بودن قدرت انکساری اجزای اپتیکی چشم هستن مثل. مثلا قرنی چشم خود لنز چشم در صورتی که بیش از حد نمرش انکسار رو بیشتر بسازد میتونه باعث نزدیک بینی تنزف را شود <applause> نو دیگهش که بسیار شایع نیست به نام تطاب... اسپازم اسپاسم می میکنیم که به شکل فالس می میکنن افراد بیش از زمان تطابق میکنه نزدیک بین میباشن یعنی دورش احساس خیرگی میکنه بعض افراد هستن زمانی که وقت مطالعه میکنن می وقتی من زمان دور نگاه میکنم بعد از مطالعه همه جای برام تار معلوم میشه بله این از جمله عواملش هستن که میتونه در نزد افراد به وجود بیاد خب دکتر صاحب حالا میشه در رابطه با عواملی که سبب ایجاد دوربینی در نزد یک فرد میشه صحبت بکنین که افرادی که دور خوبتر میتونن ببینن اما نزدیک نمیتونن به صورت خوبتر مشاهده بکنن کدام عامل نزد افراد است؟ بله. دوربینی حالتی هستن که برعکس نزدیک بینی قطر قدمی خلفی چشم پا... کمتر از 23 میلی متر هست به این زمانی که نور وارد میشه به چشم به جایی که به با بالای شبکه متمرکز شود در عقب شبکه متمرکز میشه در می این حالت هستن که افراد اوقات اکثرا دچار اختلال در دید میشه عواملش هم رسید نقش بسیار اساسی داره کم بودن قدرت انکساری خود اجزای اپتیکی چشم هستند که نقش اساسی داره افرادی که قرنه چشمشان فلت هست هموارتر هست نسبت هاتم اشخاصی که تروما و ضربات رو می داشته باشند نقش اساسی داره ولی در کل فعلا بحثی که بسیار اساس هست در رابطه به خطای انکساری افرادی که چشمشان عینک دارن میشن ضعیف هست بیشتر آفات و ارسیت نقش اصلی و اساسی را داره بله خب دکتر صاحب در رابطه به بگو این بگوین که افرادی که به نزدیک بینی یا دوربینی مبتلا می باشن اینا همیشه درمانش قسم است که از عینک باید استفاده بکنن یا راه های دیگه هم در ایواز استفاده از عینک فعلا وجود داره بله نظر به تصنیفی که وجود داره مثلا مایل است سیور است بشه شکل بسیار خفیف است شکل متوسط هست. شکل شدیدش است افراد شکل خفیف است میتونه که های نورمال انجام بدن ولی زیاد نیاز ندارن اشخاصی که شکل متوسط و شکل شدیدش است میشه که از عینک استفاده بکنه. به خاطر که اگه تداوی تداوی فیلی فعلا نه نه کسی 23 سالگی چون قدس قدمی خلفی یک زلند چشم تا 20 سالگی تکمیل میشه بعد از او میشه که باز ما آپشن و گزینه های تداوی لیزری در در نظر بگیریم ولی بعض افراد هستن که به شکل نزدیک بینی پروگرسیو یا پیشرونده داره به این معنی که در هر از چند ماه نمره چشمشون کاملا تغییر میکنه و خیلی هم تشویش دارن نگران هستن مراجعه میکنن به دکتر صاحب و مراکز صحی که چرا چشم قبلا منفی 4 بود حالا منفی 5 میشه منفی 6 میشه یکی از عوامل اساسی افزایش یافتن نمره چشم رشد جسمانی افراد زمانی که اشخاص شخص مثلا 15 ساله هست منفی به 4 است نو به چشمش اینکه زمانی که بزرگ میشه رشد میکنه این رشد جسمانی دو هم تاثیر گذار است بر چشم دقیق چشم دقیق هم, هم میکنه امه. و خطا این که بیشتر میشه که قابل تشویش نیست این افراد باید عینک استفاده بکنند الا سینه 23 سی سالگی بعد از او گزینه های مثلا لیزر هستند و در بعض حالات در صورتی که لیزر هم نتیجه نمیت مثل پیورکی، لیزر میشه ما باز دیگه داریم به نام کلیر لنز یا سیل ای در این حالت افرادی که مثلا اضافه تر از منفی ده چشمشون نمره بلند می‌گیرن ما کلیر لنز, شونت لنز شونت شونت می میکنیم به که لنزشون رو تبدیل, میکنیم خب دکتر صاحب حالا خوب از در رابطه با راههای وقایه و پیشگیری از مصاب شدن به دوربینی و نزدیک بینی چشم صحبت بکنین که ما در زندگی خود کدام نکات را باید در نظر بگیریم بره. تا بالاخره به با این مریضی مصاب نشیم بله خیلی خوب با توجه به اینکه پیشگیری خاص نداره به اینکه ارثیت نقش اساسی داره افرادی که به شکل یوسی خانواده هایش دچار خطا این یا ضعیف چشم است یا هم ناگذیر هستن با هر نوع تداوی که هم انجام بتن نمیشه پیشگیری خاص وجود نداره مگر که افراد قبل از وقت مثلا خصوصا اطفال پایین تر از سین شش سالگی باید خطای انکساری که وجود داره باید تحصیل شوه و عینک برشان تجویز شوه و, و آدم کمک کنند که اطفال عینک بپوشن به خاطر که تا سین در سالگی رشد عصبی چشم تکمیل میشه در این مرحله اگر طفل عینک نیاز داشته باشه چشم زیب باشه بس بعد از او عینک کمک نمیکنه چشمش شفاف روشن نمیشه چشمش تنبل میشه که متاسفانه خیلی افراد داریم که چشمشان تنبل است و بعض جوانایی که عینک نیاز دارن عینک نمی پوشن اکثرا دچار مشکل میشن چی در پنتون ها جایی که وظیفه دارن کار میکنن بهشون اختلال ایجاد میکنن و اکثرا بار به دارن که استفاده از عینک میتونه باعث افزایش نمره عینک شود چشم بیشتر خیره شوند و بعضی هم دکتر صاحب علاقمندی نمی داشته باشن و فکر میکنن وقتی که عینک بپوشن زیباییشون کمتر میشه و خاطر تمایل نشون نمیدن که عینک بپوشن این باورها متاسفانه باعث میشه بعضی افراد عینک نپوشن خصوصا کسایی که درایو میکنن رانندگی میکنن خیلی خطرناک است نمی بینن روشن و می که تصادف بکنن سانه ایجاد بکنن استفاده از اینک معقول ترین ارزان ترین و مسئول ترین راه و شیوه تداوی ضعیفی چشمه هست هیچ گونه دوای جایگزین اینک نمی شرف شود مگر که در مراحل بعدی ما می که با استفاده از لیزر و سیستم های پیشرفتی مثل زیک پی آر کی میشه بعضی افراد نوری چشمشان تقلیل پیدا کنه و عینکشان رو برطرف کنه ولی بسیاری از افراد چون خطای این کسیاریشان ارسی هستن متاسفانه تدابی خاص نداره مگر یک عینک استفاده بکنن تا یک مشکلشان رفع شود بعضی بعض افراد میگن که ما زمانی که عینک میپوشیم عادت میکنیم دلیل است که زمانی که عینک میپوشن دید بسیار شفاف و خوب پیدا میکنن و یا دوست ندارن که عینک پس کنن و دوباره پس به مخیرگی چشم که سابق داشتن تجربه کنن همیشه دوست دارن عینک همیشه به با چشمشان باشه و عینک استفاده بکنن تشکر دکتر صاحب از اینکه در برنامه تشریف آوردین و واقعا صحبت‌های بسیار خوب را با ما و بیننده داشتید. قربانتون دوست کردم تشکر سلامت باشین و خوش. دعوت